میرسیم به سریال شهرام امیری. من شهرام امیری، کارشناس و محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، هم‌اکنون در شهر توسان در ایالت آریزونا کشور آمریکا هستم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان می‌دهم که در امان هستم. من در اینجا آزاد نیستم و اجازه تماس با خانواده یا سایر افراد را ندارم. از شهر مدینه منوره دزدیده شدم. در این جای امن سرقه تعیین دیگه هستم. ولکر الله و الله خیر الباکرین. به امید دیدار در خاک وطن. به من یک آمپول بیوشی تزریق کردن و با یک هواپیمای نظامی منو از کشور عربستان سعودی به خاک آمریکا منتقل کردن. امیدوارم تحصیلات من در اینجا برای ایرانیان و جوامع بین المللی دانشگاهی و علمی سودمند واقع شد. اینا با زبان فارسی با من صحبت کردن و گفتن که ارائه تصویر خلاف واقع از من را متوقف کنند. حالا از امکان دارد دوباره توسط مأمورین امنیتی آمریکا دستگیر بشن. به یک جای نامعلوم در شهر عربستان، کشور عربستان منتقل کردن به همراه یک لپتاپ. من شهرام امیری. خب قصه از اینجا شروع شد که شهرام امیری استاد دانشگاه مالک اشتر که به دانشمند هسته‌ای معروف شد رفت عربستان، ناپدید شد و اول این ویدیو از ایشون در اینترنت پخش شد که معلوم شد ایشون در آمریکا به سر میبرند ولی راضی نیستند. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین از تعیین. این جانب شهرام امیری دانشمند هسته‌ای تبعی نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد که سال گذشته در سفر معنوی حج در مدینه منوره توسط تعداد این ببخش پنج این یا سه 500 نفر از نیروهای امریکایی ربوده شدم و بعد از ربوده شدن به گوانتانامو به گوانتانامو قرار بود منتقل بشم، ولی از آنجا که همه آدرس گوانتانامو رو داشتن و لذا من به محل نامعلومی واقع در پنتاگون 45 متری CIA نبش بلوار دوم کوچه سوم پلاک 7 طبقه 4 زنگ 4 از پایین. فقط اینو دقت کنن کسانی که احیانا از نهادهای بین المللی برای نجات من به این آدرس نامعلوم تشریف میارن، این زنگ رو دقت کنن، چون این پایینی ما دیوانه است، یارو یهو میزنه. و هدف از این سرقت جاسوسی و کشف اطلاعات هسته‌ای نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. الان در یک خندقی، در یک سیاهچال مخوفی که اینجا اصلا هیچ امکاناتی نداره و آب، برق، گاز، تلفن، اصلا هیچی، ولی لپتاپ و اینترنت با از این اینا زیاد، هدست خیلی داره اینجا، که من تونستم یواشکی و مخفیانه این پیام رو به سازمان‌های بین المللی اعلام کنم. بعد از چند وقت یک روز از خواب بیدار شدیم و این یکی ویدیو رو در بالاترین داغ یافتیم که نشون میده ایشون در آمریکا به سر میبرند و راضی هستند این دفعه. بسم الله. من شهرام امیری تبعی کشور عزیزم، ایران عزیز، وطن هستم و خیلی خوشحالم از این بابت
متاسفانه ویدئویی در مورد من منتشر شد که ویدئوی منسوب به من که بنده دانشمند هسته‌ای کشور عزیزم وطن ایران عزیز هستم و توسط نیروهای دوست و برادر امریکایی به سرقت رفتم. بنده اینجا عرض میکنم که اولا اصلا رشته تحصیلی من انرژی هسته‌ای نیست، هیچ علاقه‌ای بنده به دانش هسته‌ای ندارم و اصلا این ویدئوی قبلی من به این صورت بگم که همین که اون ویدئو از صدا سیمای جمهوری اسلامی پخش شد همون نشون دهنده اینه که دروغه. خب دروغ نیست. خیلی الان من خوشحالم و زندگی خوبی دارم و به همه سلام میرسونم و خدا حافظ شما. آقا اینو قرار شد من اینا رو گفتم اینو عوض کن. بله، وقتی کاملا مطمئن شدیم که شهرام امیری به جمع ما خائنین به وطن پیوسته و کم کم برای خودش یک کردیت کارتی گرفته و شبا مکدونالد برای خودش میخوره و کلی بدهی داره کم کم بالا خواهد آورد و بهش میگن ایرانی خارج نشین و از پشت گوت نشستی لنگش کن و اینا، داشتیم کم کم باور میکردیم که آقای امیری داره میشه یکی از ماها. یه دفعه این ویدئو در صفحه فیسبوکمون پیدا شد. من شهرام امیری دانشمند اتمی و هسته‌ای هستم که به لطف خدا نیم ساعت پیش موفق شدم از زندان‌های مخوف امریکای جنایتکار به محل امنی که الان اینجا نشستم و هر لحظه امکان دستگیری من چون اینجا خیلی امن میباشد میباشم. و من در مورد ویدئوهای قبلی که از من منتشر شد، البته موقعی که ویدئوی اول مخصوصا از تلویزیون و صدا سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد من در زندان بودم، ولی نمیدونم چطوری شد که اون ویدئو رو دیدم. اون ویدئو کاملا درسته و ویدئوی دوم رو من تحت فشار و به زور ضبط کردم. که من از اینجا اعلام میکنم از نهادهای بین المللی خواهشمند میباشد که برای نجات من الان به اینجا مراجعه ننمایند، چون اینجا محل امن است و من خودم پیدا کردم. فقط به دولت امریکای جنایتکار فشار بیاورند که بتوانند زودتر من را به خانه ام که دلم برای مادرم خیلی تنگ شده است و توی زندان که من بودم این را اینجا دادم خالکوبی کردند این شکلی اینجوری و می باشد. این چاقی های من که می بینید اینجوری گردیده است. من قبلا لاغر می بودم، لیکن در طول دوران بازداشت و شکنجه که شدم اینجوری شدم. خیلی ممنونم از شما. و ناگهان در یک روز گرم تابستانی خبر اول تمام وبسایت های خبری دنیا به این تغییر یافت که شهرام امیری به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن پناهنده شده و این ویدیو ازش پخش شد. این اینجوری شد که من اومدم برم مسجد النبی، این محل مبارک رو یک زیارتی بکنم و چون آدم همیشه برای زیارت که میره این محلای مبارک لپتاپش هم آدم با خودش میبره. اونجا ما اومدیم از عرض یه خیابونی رد شیم دو تا خیابون دقیقا بالاتر به یه ماشینی وایساد، گفت بفرما. گفتم نه شما بفرما، گفت این تن شما بفرما. که ما رفتیم و به محضی که من سوار شدم یک آمپول بیهوشی به این بنده زدن اینها که من از هوش فوری رفتم. من دیدم در یک هواپیمای بمب افکن غول‌آسای B-52 متعلق به نیروی هوایی امریکا و من چشمانم بسته بود ندیدم. دقیقا 8 نفر که اون دوتاشون تاسم بودن جلوی من نشسته بودن، گفتن که شما اطلاعات هسته‌ای رو به ما بده. من گفتم که به هیچ عنوان من اطلاعات هسته‌ای رو به شما نمیدم و گفتن که اگر شما به ما اطلاعات هسته‌ای رو، چون لپتاپ من دستم بود، ندی ما این کوهنوردا رو پاشو بگیر. آقا بله، شهرام امیری هم اکنون در ایران به سر میبره و ظاهرا سریال اینترنتیش به پایان رسیده. ما هم مثل شما ویج ویج میزنیم، نمیدونیم واقعا داستان چیه. خدا وکیل نمیدونیم قصه چیه. باور کنین نمیدونیم داستان چیه.